نام مهدی نور محمدی هستم، الکترونیک تیم پی آر تی. تیم ما پی آر تی هستش که مخفف پوی شوباتیک تیم. اعضای تیم سامان ثقفیان و محمد حسین عموزیدی، برنامه نویس مهدی نور محمدی الکترونیک و امیرضا تیکنی مکانیک ما هستند. ما از دبیرستان امام صادق اصفهان ایران در این تورنمنت شرکت میکنیم. تنها تجربه رو سامان ثقفیان در سال 2017 در مسابقات ایران اوپن کسب کرد. چالش های ما در بخش مکانیک انتخاب متریال برای ساختن صفحات ربات هست و دیگری صفحات محرک و ایستای ما. در بخش الکترونیک ارتباط برقرار کردن بین دو میکروکنترلر رزپری پای و آردوینو، راه اندازی 4 دوربین بر روی رزپری پای که فقط توانایی راه اندازی 1 دوربین بر روی اون هست و کاهش نویز موتورها. در بخش برنامه نویسی یادگیری زبان جدید برنامه نویسی برای ایمیج پروسسینگ و کار کردن با میکروکنترلر جدید. راه حل های ما در بخش مکانیک استفاده کردن از متریال های پلاستیکی و پلکسیگلاس به جای متریال های فلزی در اطراف موتور هاست تا نویز رو کمتر انتقال بده. در بخش الکترونیک استفاده کردن از 4 پین متصل کننده برای اتصال دادن 2 میکروکنترلر ما. بلوتوز هم جایگزین هست که احتمالاً جایگزین میشه. استفاده کردن از ماکس ماژول 4:1 بر مدار رزبری پای برای راه اندازی 4 دوربین، استفاده کردن از اپتوکوپلرز برای ایزوله کردن مدارهای درایورهای موتور. نتیجه هایی که ما گرفتیم فهمیدیم که در بخش مکانیک استفاده کردن از متریال های پلاستیکی به ما کمک میکنه تا نویز رو کنترل و کاهش بدیم. در بخش الکترونیک استفاده از 4 تا سیم ایزوله شده متصل کننده به ما این امکان رو میده تا ارتباط بین دو تا میکروکنترلر رو داشته باشیم. استفاده کردن از 1 ماکس ماژول برای راه اندازی 4 تا کامرا به ما این امکان رو میده که بیشتر از 1 دوربین بر روی رسپری پای داشته باشیم. استفاده کردن از اپتوکوپلرها این کمک رو به ما میکنه تا نویز موتور رو کمتر کنیم. در بخش برنامه نویسی استفاده کردن از زبان برنامه نویسی جدید برای ایمیج پروسسینگ که بهتر به ما کمک کرد. نتیجه گیری ها بر روی ربات در بخش مکانیک دیگه نویزی از طرف موتورها برای بقیه بخش ها نداریم. در بخش الکترونیک الان ارتباط بین دو میکروکنترلرمون درست هست. اکنون 4 دوربین به جای 1 دوربین روی رباتمون هست و الان هیچ نویزی از طرف درایورهای موتورمون نداریم. در بخش برنامه نویسی میتونیم که مصدومین رو بهتر تشخیص بده. طراحی ربات ما دارای دو نوع صفحه هست، صفحه افقی و صفحه عمودی. خود صفحه افقی به دو بخش تقسیم میشه، صفحه افقی مرکزی و صفحه افقی پایینی. انتخابای ما و منطق انتخابای ما در بخش مکانیک استفاده کردن از آلومینیوم به خاطر داشتن مقاومت بالا و آسیب ندیدن مدارهای ربات ما بود. استفاده کردن از پلکسی به خاطر اینکه این متریال برخلاف وزن کمش دارای مقاومت و استحکام خوب است. در بخش الکترونیک استفاده کردن از کنترلرهای AVR یا همون آردوینو برای این بود که خیلی راحت قابل نصب و قابل تعویضه و بازار خوبی رو داره و ما در ایران به راحتی میتونیم تهیه کنیم.
روند کلی ربات ما در بخش مکانیک طراحی ربات با برنامه سالید ورک بود و انجام تست ها در همین برنامه قبل از ساخته شدن ربات. الکترونیک شبیه سازی مدارهامون در پروتئوس که به دنیای واقعی نزدیکتره تا تست مدارهامون رو در واقعیت ببینیم، و چیدن المان ها در روی مدارها با برنامه آلتیوم دیزاینر بود به خاطر اینکه امکانات خوبی را به ما ارائه داد. در بخش برنامه نویسی با آردوینو و پردازش تصویر با پایتون. من محمد حسین عموزیدی هستم، برنامه نویس تیم پی آر تی. الگوریتم ربات ما به این شرط: ابتدا ربات شروع به فعالسازی الگوریتم می کند، سپس سنسورها را پیکربندی می کند، سپس یک آرایه بزرگ دو بعدی تعریف می کند، بعد از آن دیوارهای اطراف را بررسی کرده و اتاقهای بن‌بست را حذف می کند. سپس اتاقهای اطراف را بررسی کرده و مقدار هر کدام را بررسی می کند. به اتاقی که کمترین مقدار را دارد وارد می شود و غیر این صورت دوباره اتاقهای اطراف را چک می کند. بعد از اینکه وارد اتاق با کمترین مقدار شد به مقدار این اتاق اضافه می کند. اگر اتاق مقصد بود به الگوریتم پایان میدهد و در غیر این صورت دوباره مقدار اتاقهای اطراف را چک میکند. خلاقیت های مکانیک محور ما به این شرح: استفاده از پرینتر سه‌بعدی، لیزرهای فلزی، لیزر CO2، تراش و فلز برای ساخت قطعات و آردوینو استفاده شده است. بدن این ربات را برای استحکام و مقاومت بالا از آلومینیوم ساختیم. چرخهای ربات را از آلومینیوم ساختیم. تخلیه بسته امدادی از هر دو طرف صورت می‌گیرد. با اینکه تخلیه از دو طرف صورت می‌گیرد، اما در ربات یک مخزن وجود دارد. برای محافظت و تمیز کردن چرخها از محافظ چرخها استفاده می‌کنیم. برای ایجاد مقاومت مناسب در ربات از ستون‌های افقی و عمودی آلومینیومی استفاده کردیم. برای افزایش امنیت و ایمنی یک دسته قوی در مرکز ربات نصب کردیم. از سیستم مکانیک پردازش تصویر برای امکان تغییر زاویه موقعیت دوربین ها استفاده کردیم. خلاقیت های الکترونیک محور ما: از دو پردازنده قدرتمند آردوینو و رازبری پای استفاده کردیم. مدار را به عنوان چندین صفحه مستقل و مدارهای جدا شده از یکدیگر طراحی کرد. با استفاده از اپتوکوبلرها ارتباط مدار اصلی و مدار موتور را ایمن کردیم. ما برای ایجاد ارتباط بین دو پردازنده یک مدار مجزا طراحی کردیم. خلاقیت‌های الکترونیک محور ما: بهره‌گیری از دو پردازنده پرقدرت آردوینو و رزبری پای در مدار اصلی، طراحی مدار به صورت چند برد مستقل و ایزوله کردن مدارها از هم، ایمن کردن ارتباط مدار اصلی و مدار موتور از طریق بهره‌گیری از اپتوکوبلرها، طراحی مدار ماژولر برای ایجاد ارتباط بین دو پردازنده، پیشبینی ارتباط بلوتوث و همچنین پیشبینی یک ارتباط جایگزین در شرایط اضطراری، استفاده از 2 الی 4 دوربین در قسمت پردازش تصویر، استفاده از ماژول فاصله سنج لیزری، بهره‌گیری از سنسورهای اینکودر، چندین مدل ماژول فاصله سنج، ماژول قطب‌نما و ماژول شتاب سنج. خلاقیت‌های برنامه نویسی محور ما: ما با استفاده از الگوریتم ماز خود می‌توانیم در طول مسابقه اتاق‌های بیشتری را بررسی کنیم. برای سریع‌تر شدن بازگشت به خانه اول، اتاق‌های بن‌بست را از الگوریتم بازگشت حذف می‌کنیم. استفاده از همزمان از اینکودر و ژیروسکوپ برای اصلاح خطاهای احتمالی در حرکت. ما برای افزایش احتمال یافتن مصدومان جدید در اتاقهای دیگر، اتاقهایی که قبلا در آن مصدومها پیدا شدهاند را علامت گذاری میکنیم. نتایج: ما فهمیدیم که چگونه میشود ربات را در برنامههای مختلف تست کرد. همچنین ما یاد گرفتیم که بهتر است از پلکسیگلس و آلومینیوم با هم در ربات استفاده کنیم. روند کلی انتخابها و توسعه ربات: ما از ماژولهای لیزری و اولتراسونیک برای تشخیص بهتر فاصله از دیوارها استفاده کردیم. ما با استفاده از دکمه های فشاری هر بار که به دیوار برخورد می کردیم خطاهای حرکتی ربات را تصحیح می کردیم. ما برای بالا بردن دقت در تشخیص بهتر مصدومان سرعت ربات را کاهش دادیم. ما
ما برای افزایش سرعت در تشخیص مصدومان به جای یک دوربین از چهار دوربین استفاده کردیم. ما برای افزایش دقت در شناسایی مصدومان کنار دوربین ها LED اضافه کردیم. نیستم مکانیک تیم PRT پیشرفت ما در قسمت مکانیک استفاده از تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی برای ساخت بهتر ربات بود. الکترونیک ما می توانستیم ارتباط پیدا کنیم بین دو میکروکنترلر با بلوتوث. در قسمت برنامه‌نویسی ما توانستیم با استفاده از الگوریتم خود مصدومان کاراکتری را بهتر تشخیص دهیم. تجربه های مفیدی که ما تجربه کردیم: تشخیص مصدومان با 4 دوربین، ماژول لیزر برای تشخیص دیوارها بود، استفاده از اپتوکوپلر برای از بین بردن نوزها بود. مکانیک تیم امداد طوری طراحی شد که به نفع احسن کار انجام دهد. از شرکت در مسابقات روباتیک آسیایی در قسمت مکانیک ما یاد گرفتیم که چگونه بازوی مهار کننده باتری رو طراحی کنیم. در قسمت الکترونیک ما یاد گرفتیم که چگونه ارتباط بین دو میکروکنترلر رو برقرار کنیم و چگونه نویز آنها رو کاهش دهیم. در قسمت برنامه‌نویسی ما یاد گرفتیم با زبان جدید برنامه‌نویسی پردازش تصویر انجام دهیم. ما بسیار تجربه از شرکت در مسابقات آسیایی گرفتیم و همراهی تیمی و کارگروهی را تجربه کردیم. تقدیر و تشکر. ما از همه معلمان، کارکنان بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام که در آموزش آماده‌سازی این ربات به ما کمک کردن تشکر می‌کنیم. ما همچنین از تلاش‌های کمیته فنی مسابقات و کمیته مسابقات قدردانی می‌کنیم.